دست درد نکنه. خواهش میکنه. ولی استاد من که ماهیگیری بلد نیستم. اگه چیه بلد نباشی؟ خیلی آسونه. منم گفتم ولی کی حرف گوش میکنه؟ غر نزن دیگه. بیداد بیداد. بیاین 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 اینجا خالیه. یه روز به خاطر تو گیاهخوار میشم بابا. چی میشی؟ گیاهخوار. یعنی چی؟ یعنی دیگه گوشت نمیخورم. آها. خب اینو بگیر. خیلی بامزه است. من باز میکنم. برو کنار. بیا اینجا ببینمت. بیا. این چی؟ هدیه سال نو. یکم زود نیست؟ من و داداشم سال نو رو زودتر جشن میگیریم. اشکالی داره؟ گفتیم واسه گربه یه چیزایی بگیریم. دعوتمون میکنی بیایم تو یا از پنجره بیایم تو؟ از پنجره میریم تو. حالا فعلا که در بازه. خوبه در رو برومون نبستن. بفرمین آقا کرم. آقا باریش شما بفرمین. نه خیر اول شما. آقای باریش. خیلی من متشکر. اگه چیزی پیدا نکردی برای چی صدام کردی؟ بازم با همون زنه روبرو شدم. همونی که روز حادثه خونه جم بود. تولین؟ بله، قبل از من وارد خونه شده بود. وقتی با لپتاپ داشت میرفت بیرون دیدمش. نخواستم پشت تلفن بگم. چیز دیگه هم هست؟ دوربین و کابلا سر جاشونن، ولی فیلما نیستن. احتمالاً دست اون زنه. پس میدونی که چی کار باید بکنی؟ بله آقا. جهان خوش اومدی. ممنون. تازه گرفتی؟ نه 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 چیزه
از شرکت دادن، خیلی قدیمیه، داخلش مدل و الگو و طرح و اندازه و از اینجور چیزا هست. جدی؟ آره. خب بهم نشون بده، خیلی وقت کنجکاوم ببینمشون، فرصت نمیشد. حتما شوخی میکنی. دست بردار، میخوای چی کار؟ چرا؟ چیزه، چون تو عکسا رو میخوای، عکسایی که از ملیس گرفتن، خب اونا رو میخوای ببینی دیگه. خب میدونم، اتفاقا منم دنبال اونا میگشتم ولی نبود، کپی نکرده بودن. اعصابم خیلی به هم ریخت، قراره روز دوشنبه آپلودشون کنن. ببین چی میگم، بذار دوشنبه بفرستن، بعد با هم میشینیم اصلا نگاهشون میکنیم. خیلی خوبه، باشه؟ راستی یه چیزی میخوام ازت بپرسم، کنجکاو شدم. فردا دادگاه چه ساعتیه؟ فردا ساعت 1:30، ولی ابراهیم هیچ مدرکی نداره، هیچ امیدی بهش نیست. خب یعنی به نظر من نباید انقدر ناامید باشیم. به هر حال دمت خب هیچ کاری نکرده، وقتی هم بیگناه باشه بالاخره همه چی روشن میشه دیگه. امیدوارم. من برم لباسم عوض کنم. میشه بیام تو؟ بیا. کمک نمیخوای زینب؟ لازم نیست، ممنون. زینب ببین، من اصلا نمیخواستم ناراحتت کنم، خودت هم میدونی، ولی ناراحتم کردی. میدونم، خودم هم متوجهم، ولی خواهش میکنم بگو چطور میتونم جبران کنم خواهشت. باریش من الان مشکلات مهمتری دارم، خودت که میدونی. ببین زینب، واقعا معذرت میخوام، قول میدم جبران کنم، همیشه هم پیشت میمونم، خب دیگم تکرار نمیشه. راضی شدین؟ مدت هاست هم دیگر رو ندیدیم، انگار یادت رفته من کی هستم. البته حقم داری، خودم باعث شدم، ولی یه چیزی رو فراموش نکن، تو نمیتونی به من هشدار بدی، من به تو هشدار میدم، اینم اولین و آخرین هشدارمه، دیگه هیچ وقت حرفی نزن که از پسش بر نیای، هیچ وقت. سلام ابراهیم، شبت بخیر، مزاحمت که نشدم، وقت داری؟ میشه قبل از دادگاه فردا یکم با هم حرف بزنیم؟ یه چیزایی هست که میخوام بهت بگم. باشه. هنوز نخوابیدی دخترم؟ چی کار میکنی؟ خودت چی کار میکنی؟ تا این وقت از شب نخوابیدی؟ ساعت چنده؟ ساعت؟ به خانواده همه تون میگم، همه تون، حالا میبینید. این چیه زیر پام بول میخوره؟ تو بخند، بخند، بایدم بخندی. آه دمت جون، زمان ما اینطوری بود آخه؟ نه والا جاله جون، ما مثل بالش و پشتی یه گوشه میشستیم. بالش و پشتی؟ یعنی چی؟ چه میدونم، مامانم اینطوری میگفت. بگذاریم.
آه، این وقت شب کیه زنگ میزنه؟ نمیدونم جالی جون، الان معلوم میشه. بدش به من. برم الان میام. چی میگی بابا؟ ساکت باش دیگه. من که میگم هیچی عوض نشده. مزخرف نگو پسر، رفتی اون همه باش حرف زدی، کلی کادو گرفتی، تازه گلم گرفتی که به نظر من حیف شدن، تازه میگی عوض نشده. حالا بی خیال، نگو، عیبی نداره، بازم میگیرم. ببین اگه از من میپرسی یه کمی باید فاصله بگیری، بذار یه مدت بگذره. چرا؟ چه میدونم، زیادی داری تحت فشارش میذاری، بذاری کم نفس بکشه، وضعیت مادرش مشخص بشه. به هر حال مادرش بیگناهه، اینو که میدونیم، ولی این احتمالم هست، ممکنه 5 سال 10 سال بیفته زندون. فکرشو بکن، به نظر من اینطوری رفتار کردن زینب کاملا طبیعیه، نباید به دل بگیری. برای همین همطور که گفتم یکم ازش فاصله بگیر، عیب نداره که. حق با تو، واقعا حق با تو. خیلی خوب، منم آروم میگیرم، منتظرش میمونم، هر وقتم احتیاج داشت به هم با هم حرف میزنیم، اینطوری بهتره. آره فکر کنم منطقی تره. آره. بفرمی. الو، چی شد؟ کیه؟ خاله جاله. چی؟ الو، یعنی چی؟ بله خاله جاله، بگو ببینم اونجا چه خبره؟ هیچی، خبری نیست. سلام برسون. داری ندایی منو در میاری؟ نه خاله جاله، این چه حرفی؟ اصلا اینطوری نیست. گوشی رو بده به مامانت، میدونم باهاش چی کار کنم. مامانم اینجا نیست، من تنها. بگو ببینم این وقت شب کجا رفته بگرده؟ چیزه. شوخی کردم عزیزم، خیلی خوب بهش سلام برسون، همینجوری زنگ زدم، هر دوتونو میبوسم، بعدم بازم زنگ میزنم. باش عزیزم. باش. زینب صبر کن ببینم چی گفت. ببین فردا همه چی درست میشه، خب همه مشکلات حل میشه. از کجا میدونی؟ نمیدونم، فقط این حسو دارم. تو هم اینطوری فکر کن. باشه. ملیس ازت خیلی ممنونم، تنهام نذاشتی. خب نبایدم تنهات میذاشتم عزیزم، چون باید پیشت میموندم. من و تو باید همیشه امیدوار باشیم، برای اینکه اتفاقات خوب بیفته باید فکرای خوب بکنی. باشه، قول میدی؟ داری میری؟ سر کار؟ آره. پس ماشینو ببر با خودت. باشه. ببینم میای دادگاه؟ آره میام، کارم زیاد طول نمیکشه، از اونجا مستقیم میام دادگاه. خیلی خوب پس. فعلا.
حالتون خوبه؟ وای خدا تکون نخورید. لطفاً ازتون تکون نخورید. یه لحظه صبر کنید. یه دفعه پرید این جلوی ماشین اصلاً نفهمیدم. یه لحظه. حالتون خوبه؟ وای خدای من. وای ازتون معذرت میخوام. واقعاً خوبی؟ دیدم یه دفعه اینجوری شده. خب پیچی جلوش دیگه. عجیبه. آدم شاخ در میاره واقعا که این چرا اینجوری بود؟ خدای من، خدا لعنتتون کنه. چطور ممکنه؟ باورم نمیشه 2 روز اینجا میمونه؟ آره. عجب. من بازم احتیاطو از دست نمیدم. یه وقت ممکنه اتفاق غیر منتظری بیفته. اصلا فکر نمی کنم. چرا؟ چون نقشه کرم گرفته. چه نقشه؟ اون بیشور باز چه کار کرده؟ والا من نمیدونم، از جان شنیدم. کرم عمدن به دستبند زده بود. خب معلومه عمدن به دستبند زده بود. نه، برای اینکه میونت با ملیس بهتر بشه دستبند زده بود. چه ربطی داره؟ ببین زینب، کرم تو رو نبست. چرا بست؟ کی اومد نجاتت داد؟ ملیس. اینا رو بذار کنار هم. خب از کجا معلوم بود ملیس میاد؟ شاید یه نفر دیگه میومد. کلید دست کی بود؟ کرم. به نظرت کرم کلید دست کسی میداد؟ نمیداد، ولی داد به ملیس. زینب، بعدن حرف میزنیم. بابام داره میاد، گفت 2 دقیقه دیگه اینجاست. میگم میخوای بریم دم در؟ باشه. خب حالا باید چیکار کنیم؟ اول ما میریم تو، بعد قاضی شما رو صدا میکنه. باشه، پس ما بیرون منتظریم. چی شد؟ رفتن تو؟ نه، هنوز نیومدن، کسی رو صدا نکردن. تو چت شدی؟ هیچی، چیزیم نیست. هیچی. بارش نمیاد؟ نمیدونم، احتمالا بیاد. چی شده؟ میونتون به هم خورده؟ یکم. همشون توه؟ بله. چیه؟ انگار شوکه شدی؟ راستش آره. این پول فقط بابت کار نیست، باهاش یه زندگی تازه درست کن. داخلش یه پاسپورت به اسم خودتم هست. پس ترکیه برو. از این به بعد نمیتونیم خطر دستگیر شدن تو به جون بخریم. هر طور شما دستور بدین. الو، کجایی؟ باریش کجاست؟ هنوز نیومده؟ نه. ماما حرف نزنی. ما باید همینجا منتظر باشیم. ما رو بعداً صدا میکنن. باشه.
سلام. سلام. بفرمین. این چیه؟ فیلمی که داخل این سیدیه میتونه به دمت خانم کمک کنه، یعنی میتونیم نجاتش بدیم. تو این از کجا پیدا کردی؟ به هم یه قولی داده بودم به سرسر. گفته بودم تحقیق میکنم. حالا تماشا کن. حالا میتونی به مادر دوستت کمک کنی. حالا الان چرا اینو به من نشون دادین؟ اینطوری خب بالاخره اینطوری نمیفهمیم واسه چی کشته شده. سعیم نمیکنیم که بفهمیم. کاریشون نداریم. مجبوریم فراموش کنیم. این آدم ها خطرناکن. پشت این ماجرا فقط یه نفر نیست. حرفمو باور کن. کسی که کشته شده احتمالاً یه عامله. پشت سرش آدمای خیلی بزرگتری هم هستن. برای همین ولش کنی. مطمئنم دلت نمیخواد خودتو قاطی این ماجرا کنی. پس واسه چی گذاشتین نگاه کنم؟ یعنی چه لزومی داشت؟ برای نجات مادر دوستت. حق با شماست. آوردنش در خونمون منم نمیدونم. راستشو بگو. گفتم که نمیدونم. حالا چه اهمیتی داره؟ این دمت خانمو مگه نجات نمیده؟ قاضی میپرسه اینو از کجا پیدا کردین؟ منم اسم تو رو میدم. باید شهادت بدی. پس اینو من نیاوردم خب؟ از هیچی هم خبر ندارم. یعنی اینطوری میگیم باشه؟ کارتون تموم شد آقای وکیل؟ بله قربان. میشه بیام پیشتون؟ بفرمایید. جناب قاضی، یه ویدئویی هست که بیگناهی موکلمو ثابت میکنه. میشه ببینید؟ البته، ولی باید چند دقیقه صبر کنید. موضوع چیه استاد؟ 10 دقیقه تنفس اعلام میکنم. منم چیزی نفهمیدم. خانم دادستان، شما هم با ما بیاید. بریم. الان چی میشه شما میدونین؟ قراره چی بشه دخترم؟ اتفاق بعدی که نمیفته. نه آروم باش، فقط آروم. چی شد؟ چرا ما رو فرستادن بیرون؟ یه سیدی دستم رسید. داخلش ویدئویی هست که بیگناهی دمت خانم رو ثابت میکنه. جدی میگی؟ پس تموم شد، مامانم آزاد میکنن؟ احتمال زیاد. با آقای قاضی و خانم دادستان تماشا کردیم. الان بهمون خبر میدن. یه لحظه، این سیدی چطور به دستتون رسید؟ از کجا اومده؟ منو ببخشید، نمیتونم بگم. ابراهیم باشاران، شما هم میتونید بیاید. خانم دادستان، شما اعتراضی ندارید؟ نه قربان. خیلی ممنونم. خانم منشی بنویسید. بر اساس مدارک جدیدی که از طریق وکیل ابراهیم باشاران به دستم رسید، پس از تماشای فیلم کاملا مشخص شد کسی که جم کاراجاوغلو رو به قتل رسونده خانم دمت یلماز نبوده و ایشان هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشته و قاتل شخص دیگری باشد. شور انجام شد.
بر اساس ماده قانونی مربوطه و بندهای مرتبط با آن، به اتفاق آرا حکم به بیگناهی خانم دمت یلماز داده شده و رأی به آزادی ایشان داده می شود. خب دیگه به خیر و خوشی تموم شد، خدا رو شکر. من میرم میشه باریشو برمیگردم. باشه عزیزم برو. حالا خدا رو شکر مدرک پیدا شد. ازت ممنونم. چرا؟ به خاطر کارایی که واسم کردی. خیلی ممنونم. نالان دلارا خیلی خوب دیلانی فهمیدم چیزه مطمئنن زهرایی دختر دیگه تو مدرسه مون اسمشو نگی من که فقط اسم چند تا از دخترای مدرسه رو گفتم خیلی بامزه ای بقیه هم همینو میگن عزیزم اومده بودم بهت بوس شانس بدم ولی میبینم که لازم نیست تو برو به عذرا بگو بهت بوس بده یا به سلن بگو چه میدونم نه خیر وقتی تو هستی عزیزم کس دیگه امکان نداره چون که بوسه یعنی بوسیدن وای عزیزم تو چقدر باهوشی چطوری زینب خوبم تو چطوری بد نیستم تو چطوری به هر حال موفق باشی میگم حواستو جمع کن چطور؟ واسه دختره میگم دیگه لوس بیا بریم سلام خوش اومدی ممنونم از دیدنتون خیلی خوشحال شدم خیلی ممنون مرده خانم اینجاست؟ نه امروز یکم دیر میاد باشه میبینم ایت تا بعد سلام دمت جون خوش اومدی وای من اگه یه شب تو زندان میموندم دیوونه میشدم آره ولی حالش خوبه خب چی شد چیزی نگفت منم نپرسیدم
خوب کاری کردی، به نظرم اگه بخواد خودش میگه. یه چیزی میخواستم بپرسم، سیدیو واقعا باریش آورد؟ ناره، نمیدونم از کجا گیر آورد ولی مامانم رو نجات داد. باران، به کسی نگی، باشه بین خودمون باشه. من به کسی چیزی نمیگم. سلام. آه دمت، خوش اومدی. خیلی ممنون عزیز دلم، خوش اومدی. ممنونم، ممنونم از لطفتون بچه. خوش اومدی. خیلی ممنونم، خیلی ممنون. چطوری؟ خوبم. همه چی رو به راهه؟ آره رو به راهه. خوبه. ملده خانم گفت تا چند روز نمیاد. حوصله‌ام سر رفت تو خونه. خوب کاری کردی، داشتم دق میکردم. سلام آیشان. آه خوش اومدی. خیلی ممنون، ولی انگار از اومدنم خوشحال نشدی. آه چرا خوشحال نشم عزیزم؟ ولش کن، کارش نداشته باش. ولی منم اصلا حوصله‌شو ندارم. خب بگین من نبودم چی کاره کردین؟ میگم واسه تشکر کردن از باریش واسه یه کاری بکنم، مثلا یه هدیه چیزی بگیرم. به نظر چی کار کنم؟ تو چی میگی؟ نمیدونم. خب توفه داره میاد، میخوایی از اون بپرس. تو به ملیس حسودی میکنی؟ به چیش حسودی کنم؟ اون به من حسودی میکنی. سلام. چیه؟ به خاطر بردن بازی قبلی مغرور شدی؟ نه استاد، نشدیم. آفرین، نبایدم مغرور بشین. نباید بگین که ما حرف نداریم و ما تکیم و اینجور حرفا. اگه با این خیال بریم تو زمین که ما برنده مسابقه ایم، قسم میخورم بازی رو میبازیم. رقیب و اصلا نباید دست کم بگیری. چی شد؟ دست کم بگیری. آفرین، رقیب و نباید هیچ وقت دست کم بگیری. آره ممکنه ما از اونا بهتر باشیم، ممکنه آماده تر باشیم، ضمن این که داریم تو زمین خودمون بازی میکنیم، ولی اصلا نباید دست کم بگیریمش. نباید خودتون رو دست بالا بگیری. تکروی نمی کنی. این حرفا رو به خصوص من به کی بگم؟ خودش بگه. به کی بگم؟ به من. ماشاءالله امروز به نظر خیلی رو فرمه. علی قد بلنده اوناست که اونم مصدومه، تو با اون یارگیری میکنی. بله آقا. کرم تو هم تو ترکیب تیم هستی. خیلی خوب، جمشین ببینم. جمشین زود باش. یک دو سه سایه برنده نمیشه. خوبه یه جا جمشی. ای بابا چی کنه؟ برو بابا برو.
حواستون باشه بعد محصول بگیریم. تشویق کنین. تشویق تشویق. ای با استاد شما نمیدونی چی رو نمیدونم داری چی کار میکنی؟ از بازی میذارم کنار. مهمه تو به جاش میری تو زمین. آره از اینجا میری بیرون صاف میری تو رخچن اینجا هم نمیشینی فهمیدی؟ ببین منو رو اعصابم راه نرو برو همین جام برو بیرون جایی نمیرم مهمه بازی دیوونه شد تو میری تو زمین به جاش آفرین بزن قدش به منم که چیزی نمیگه خب بپرس ازش ای بابا دیلا انگار که نمیپرسم بپرسم لج میکنه منم دیگه چیزی نمیگم برم باهاش حرف بزنم نه به نظرم الان وقتش نیست میری عصبانیتش رو سر تو خالی میکنه بریم بیرون بریم تو حیات بریم بیرون 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 بریم بیرون